اولین حرف اینه آیه یزدی‌زاده عزیز، اصلاح طلبان میگن دو تا گلوگاه اصلی داره فساد در ایران. گلوگاه اول اینه که به خاطر تحریم ایران اقتصادش مخفی، بازار سیاه، پول مستقیم وارد خارج ایران نمیشه، ایران عضو FATF نیست، شفافیت اقتصادی وجود نداره به خاطر تحریم ها، ایران پول نفت رو شبانه تو اونجا میفروشه، معلوم نمیشه که چقدر فروخته، چقدر گرفته، بعد پول دست تراستی میره توی دبی، معلوم نیست تراستی چقدر شد، پورسانت برداشته، چقدر برنداشته. یکی اینه. یکی هم قبلا که ما جوان‌تر بودیم در دهه 70 میگفتن که چون بخش زیادی از اقتصاد ایران دست بنیادهای نزدیک به رهبریه و در اختیار دولت نیست، ما روی اینا هیچ گونه نظارتی نداریم و این بنیادها مقصر هستند. بنیاد مصطفى اون موقع اول صدا فرمان اجرایی ما اونقدر بزرگ نبود، این بنیادها که نه مالیات میدن، آستانه قدس و اون یکی آستان و این و غیره، این مجموعه اقتصاد غیر رسمی ها در واقع بنیادی هم که دولتی هم نیست، نه به دولت متعلق، نه به بخش خصوصی، این هم به شکلی یک دلیله. این دو گلوگاه رو نگاه میکردن. شما به چه بخشی برای به عنوان مولد فساد نگاه میکنید؟ ببینید اینجور مطرح کردن موضوع، یعنی که مثلا اگر ما موضوع بنیادا رو رفع بکنیم و یا تحریم رفع بشه ما فساد نخواهیم داشت، برعکس این حرف این میشه که خب قطعا این حرف بی اساسه. فساد تو تاریخ تو کشور ما ریشه داره. قدیم چی بوده؟ تحریم بوده واقعا، قدیم بنیادها بودند و امثالهم. این فسادایی که الان داره اتفاق میفته تو بخش خصوصی یا تو بخش دولتی بیشتر؟ ببینید اینجور موضوع برخورد کردن با موضوع مثل همون کاریست که دولت داره میکنه. هر جا یه فسادی میگه دیدیم برخورد میکنیم، اگرم ندیدیم خب برخورد نمیکنیم دیگه. یعنی ریشه‌ای با موضوع برخورد نمیکنن. فساد به نظرم یه شرط لازم دارد، یه شرط کافی تا تحقق پیدا بکنه. شرط لازمش اینه که من به عنوان یک کارگزار در هر رده سازمانی که هستم بتوانم فساد بکنم. شرط کافیش اینه که بتونم این فساد رو بعداً مخفی بکنم. اگر شما این دوتا بستر رو در هر جامعه ایجاد کردید نمیتونید انتظار داشته باشید چرا فساد اتفاق میفته. ببینید فساد از یک جنبه این که من بتوانم فساد بکنم به عنوان کارگزار منوط به این است که وظایف من کارگزار در هر رده‌ای که هستم، از دربون دم در گرفته اگر هستم تا وزیر دستگاه، وظایفم استاندارد نشده، تعریف نشده. تمام حالت‌هایی که من در این مسئولیت وقتی نشستم ارباب رجوع به هم مراجعه میکنه، تمام حالت‌های ممکن الوقوع تعریف نشده و وظیفه من در قبال هر کدام از این سناریوها تعریف نشده که اگر این سناریو اتفاق افتاد وظیفه تو چیست. بنابراین در مشاغل حاکمیتی ما کارگزار نداریم در هیچ رده‌ای، از دربون دم در تا وزیر دستگاه قاضی‌اند. یک دامنه وسیعی از اختیارات جلوشه، میتونه از یک تا صد هر روشی رو که خواست انتخاب بکنه در برخورد با مسائل. وقتی من امکان اعمال سلیقه شخصی داشتم فساد میکنم، حداقلش اینه که اشتباه میکنم، حداقلش این است که اشتباه میکنم، انسان است دیگه، فسادم نمیکنم، اشتباهن یک حقی رو نباید به کسی بدم میدهم چون به من واگذار کردن، تعریف نکردن. این موضوع آقای علیزاده بسیار مهمه از دو جنبه که برمیگرده به ریشه اصلی فساد و از جنبه دوم این که حل مشکل فساد کار سختی نیست اگر اراده‌ای وجود داشته باشد. حالا امشب اونقدر به حلش کاری نداریم، ما میخوام اول تشخیص بدیم که این از کجا میاد، واقعا نقطه ورودیش کجاست. ورودی دوم از این است که دولت، ببینید ما در اقتصاد با بحث رام دومین نکته که شما گفتین بود که چگونه من فساد میخوام، دومین چیه چگونه فساد مخفی میکنم. من حالا هنوز این چگونه فساد میکنم خودش دو بخش است، یکی امکان اعمال سلیقه شخصی در انجام وظایف کارگزاریم و جنبه دیگری که دارد که برمیگرده به مدیریت کلان
حاکمیتی این است که ببینید شما در هر اقتصادی با پدیده تقاضای مازاد نسبت به عرضه مواجه میشید. برای هر چیزی ممکن اتفاق بیفته. این تقاضای مازاد بر عرضه یعنی اینکه برای یک کالای خاص، یک مجوز خاص، یک انحصار خاص، یک پدیده خاص بیش از یک متقاضی واجد و شرایط وجود دارد. این در تمام دنیا هم هست. دولت ما توی کشور و بخش عمومی ما در برخورد با این پدیده خیلی جالب برخورد میکنند. هیچ تعریف نشده است. از یه جاهایی تعریف شده است. یعنی اگر بنده در یک اداره هستم 4 میز شکسته دارم و میخوام اینها رو دور بریزم یا خودم رو خلاص بکنم، منو مکلف کرده سازمان بازرسی کل کشور و بقیه دستگاه‌ها و قوانین و مقررات که تو باید از طریق مزایده این 4 آفتاب شکسته و میز شکسته و اینا رو بفروشی که خدایی نکرده حقی از کسی ضایع نشه. اما من به عنوان مسئول همون دستگاه در این حال اختیار دارم که یک مجوز فعالیت چند صد میلیاردی رو به هر کی دلم خواست بدم. نیاز به مزایده ای نیست. مجوز واردات به هر کی دلم خواست میدم. ببینید این جور برخورد با موضوع مسلماً مردم رو عصبی میکنه. پس شما میفهمید که راه حل چیست. شما میفهمید اگر انحصاری وجود دارد مطابق دنیا که در سرفصل درآمدهای مالیاتیشون درآمد حاصل از انحصارات دارن، این انحصار که به نمایندگی از ملت در اختیار شما امانت گذاشته شده، منافع این انحصار مال کل ملته، نه مال پسرخاله‌هاتون. بنابراین باید در یک سیستم عمومی عرضه بشه و منافعش به بودجه دولت واریز بشه، چون هر کاری بکنید این منافع وجود دارد. تا زمانی که تقاضا بیش از عرضه است این منافع وجود دارد، شما نمیتونید کتمانش بکنید. این نکته خیلی مهمیه برای خود من، چون حالا بشه که من خیلی منتقدین این کسانی هستم که دنبال خصوصی سازی حد اکثری هستن. اینم حالا به خاطر اینکه کمونیست مسلمان هستم به قول آقایون تازگی ها نیست، به خاطر اینکه در خود انگلیس میبینم که بالاخره اون افراد در خصوصی سازی از دهه 80 میلادی به این سمت الان به جاهایی رسیده، خیلی جاها رو میخوام برگردم و دوباره ملی کنم، مثل خط راهن رو، مثل به شکلی بخش های مختلف و غیره، و در واقع تجربه خود غرب رو من تو این سال ها دیدم. ولی با این حال اینو من الان شما گفتیم برای اولین بار خیلی برام جالبه. پس در واقع این مخالفت خیلی زیاد با دولت یه بخشش هم بس مشروعه، چون نگاه میکنن که دولت، چون دولت ایرانی داره کوچیک میشه دیگه، دولت ایرانی داره کوچیک میشه و اکسپندیچرش یا به شکلی درآمدش که در واقع هزینه های دولت میفهمم گمانم کوچکتر از افغانستان اداره شده امسال، جزو کوچکترین ها در جهانه. ولی این چیزی که هست اینه که دولت ایران همچنان بر چهارراه تقسیم رانت نشسته، درسته؟ دقیقاً. پس هنوز محل تولید فساده، چون وزارت فلان تصمیم میگیره که این رانت رو به علیزاده بده، به یزدیزاده نده، به عباس بده، به حسین نده، درسته؟ پس این دوره قاجار، این دوره صفویه، این تمام 2500 سال قبل دولت در مقام حاکمیت توزیع کننده رانت و انحصارات. دقیقا. به نمایندگی از ملت به جیب پسرخاله هامون. ببینید این دوتا بخشی است که در حقیقت عوامل فسادزا هستن. رفعشون هم بسیار راحته که حالا وارد بحثش نمیشیم. یکی استانداردسازی مشاغل و وظایف. حالا عجله نکن، عجله شما روی، چون بحث خیلی طویلیه، میذار بالا به راه حل میرسیم، اول درمان درد ببینیم. آقای علیزاده، این که من بتوانم فساد بکنم این است که بتونم اینو مخفیش بکنم. خب اگر قراره بتونم مخفی بکنم، باید سیستمی در اقتصاد وجود داشته باشه که درآمد و ثروت من رو نتواند تشخیص بدهد. باید سیستمی از مالکیت تعریف شده باشه تو اقتصاد که نشه فساد رو توش کشف کرد. اینم کاملا عیان است. یعنی مثلا فلان شهردار رو در لواسان میگیرن، میگن 5 چمدون ارز و طلا تو خونش بود. مشخصه ما این بستن هم آماده کردیم. یعنی سالها معاملات قولنامه‌ای رو به عنوان یکی از این بسترها برای مخفی کردن فساد اقتصادی استفاده کردیم. جایگزین‌هایی رو برای پول ملی
تعریف کردیم، مثل ارز، مسکوکات طلا و شمش، و حاضر نیستیم تحت هیچ عنوانی به سمت کنترل گردش اینها بریم. اینها در حقیقت بستر فساد رو مشخص میکنن و امکان پذیر میکنن و مخفی می قابلیت پوشش فساد رو ایجاد میکنن. وقتی شما این دوتا بستر رو ایجاد کردید در یک اقتصاد، اصلا نباید تعجب بکنید که امروز 3 میلیارد دلاره، فردا 5 میلیارد دلاره، یا کمتر یا بیشتر، تو سطوح مختلف فرقی نمیکنه. به هر حال این فساد در سطوح مختلف وجود دارد و هر کسی بگه نه چنین چیزی نیست، داره میگه که آقا خیر، تو بعضی از دستگاه ها امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزاران وجود ندارد، چنین چیزی نیست، یا تو بعضی از دستگاه ها هر گونه انحصاری رو به صورت مزایده واگذار میکنن، چنین چیزی نیست. وقتی که هست، پس در هر رده ای فساد اتفاق میفته. انحصارات دولتی یه روز یه مجوز بهره برداری از یک معدن با قیمت فلان، یه روز هم ارزم بودور شما یک مجوز مغازه است، فرق نمیکنه رده هاش. ولی به هر حال وقتی که شما این رو منظم نکردید، مرتب نکردید، فساد رو بسترش آماده کردید و قطعا افراد در حقیقت استفاده میکنن. و اینکه بعد من بیام هوار بکشم که آقا این آقای ایکسی که چای دبش آورده مقصر بوده، من به نظرم مقصر مدیریت این سیستمه، مقصر کسانی است که این سیستم رو دارن میبینن و هیچ اقدامی برای رفع این بسترهای فساد انجام نمیدن، بعد انتظار دارن که کسی در حقیقت فساد نکند. خب این خیلی خنده داره و در حقیقت غیر منطقی است که گوشت رو بذاری اونجا، بعد هم میگه آقا گربه شما هم سمت مثلا گوش نرو. این یه کمی به نظرم فریبکاری است. یعنی اگر برخورد با این مسئله اینجور باشد، واقعا فریبکاری داریم میکنیم که بله ما تاش فهمیدیم، گرفتیم، کشتیم، بردیم. خب شما تازه این فهمیدید، قبلی ها رو چی؟ اونایی که فهمیده بودید هیچ بار آسیب شناسی نکردید که ببینید از کجا داره اینا بروز میکنه، چرا اتفاق میفته. خب حالا با همینجا وایسید، یه چیزی در تصور عام وجود داره در مورد فساد، میگن مدل چینی، اینه که چین 4 تا از این فاسدین رو گرفت و اعدام کرد و بالاخره بقیه هم حساب کار دستشون اومد. حالا خیلی همین جلو میره، میگن من با هم سریع صحبت کنم چون واقعا احساس خطر میکنم، میگن که آقا اولین فساد خیلی جدی که در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد، شما احتمالا خاطرتون هست، فساد برادر آقای رفیق دوست، آقای مرتضی رفیق دوست بود، مخاطبان جوان شاید یادشون نباشه، و حسین خداداد در سال 1973، درسته؟ 123 میلیارد تومان اون موقع بود، هزار نبودش، 123 میلیارد تومان بود که روزنامه پیام دانشجو منتسب به حشمت الله تبرزدی که هنوز اپوزیسیون برانداز نشده و به شکلی نیروی طرفدار بسیج مستعفین بود، رو صفحه اولش خیلی بزرگ صفرا رو گذاشته بود. و تو همون قضیه حسین خداداد رو اعدام کردن که غیر خودی بود، و مرتضی رفیق دوست رفت زندان اوین و گفتن که در اونجا هم بوفه زندان اوین رو اداره میکنه، حالا در حد شایعه میگفتن که در اونجا هم کاسبی میکنه، سوپرمارکت زده. ولی این تو افکار عمومی هستش که جمهوری اسلامی خودیاش رو گوششون هم بخوره استخونش رو درو نمیندازه، ولی تو چین رو درواسی ندارن، شی جین پینگ نزدیکترین دوستش رو اعدام کرده غیره. ولی چیزی شما داره میگه خود فراتر از این حرفاست. الان بگیرن، چون الان تمام مخاطبای ما اینجا میگن آقا بالاخره الان اطلاعات سپاه وارد شد، نشد وزارت اطلاعات وارد شد، نشد حفاظت قوه قضاییه وارد شد، نشد اون یکی. نگاه به فساد اینه که اگر نهادهای نظارتی بیان و بگیر و ببند سفت و سخت باشه. من تو یادمه که آقای حالا اسمش خاطرم میاد، یکی از این بزرگان و اصولگرا همین گفت آقا دو تا رو بگیریم وسط میدون اعدام کنین، مشهدی هم هستش ایشون، خب دو تا رو بگیرید که اعدام کنین. ازقدی، آقای رحیم پور ازقدی گفت آقا دو تا رو بگیرین اعدام کنین، خب بقیه حساب کار دستشون میاد. خب الان شما فکر میکنین که با گرفتن دو تا و حتی خودی خودی، بگو آقا اصلا برادر رئیس جمهور رو بگیرن، خب حالا با آقای رئیسی برادر نداره، خب ولی بگو اصلا برادرش رو بگیرن، دامادش رو، یه خودی ترین آدم رو بگیرن و وسط میدون اعدام کنن، مسئله فساد تو ایران حل میشه یا ریشه تر از این حرف هست؟ خیر، اصلا ببین این برخورد با معلوله، شما دارید صورت مسئله رو میخواییم پاک بکنید، مسئله سر جاش وجود داره. من بحثم این است که آقا شما این که باید با برخورد شدید با فساد صورت بگیره سر جاش یک بحثه، این راه حل نیست، این مجازات انجام این جرمه. اصل قضیه این است که شما زمینه رو برای امکان ایجاد فساد از بین ببرید.
اگر این کارو کردی اون موقع میتونی انتظار داشته باشی اگر یک نفری هم خطا کرد تونست از یک بالاخره راهی فساد اقتصادی بکنه، اون رو شما بگیر بحثش جداست. این بحث قوه مجریه است، اون بحث قوه قضاییه است. یعنی دو تا بحث مجزاست. بحث این که من چجور با فساد برخورد بکنم، چجور با فساد برخورد بکنم وقتی که تحقق پیدا کرد، این قوانین کشور است و قوه قضاییه. این که چه کار بکنم که فساد اتفاق نیفته، این مدیریت اجرایی کشوره. این دوتا رو اصلا سوا بکنیم. آقای رئیسی نمیتواند بیاد بگه آقا من کشف کردم، چون کشف کردم پس من دیگه مسئولیتی ندارم. نه، چنین چیزی نیست. شما رئیس کلی که تو زمان همین تخصیص بوده بردید دادش سفیر جای دیگه. همین بحث آقای فاضل خداداد که شما دارید میگید، اون زمان از بانک صادرات اتفاق افتاد، آقای سیف مدیر عاملش بود. آقای سیف بعدن کجا رفت؟ مدیر رئیس کل بانک مرکزی. بعد اونجا دوباره بیا بگیر و ببندش و نمیشه که. مهم نیست که این آدم ها کجا قرار میگن، مهم نیست که سیستم چی کار داره میکنه، سیستم چه بستری را آماده کرد. شما وقتی سیستم رو اینجوری طراحی میکنی، هیچ بحثی از امکان ارزیابی عملکرد هیچ مدیری رو نداری. هر کی هر کاری بکنه درست انجام داده، چون در چارچوب اختیارات وسیع منهای بی نهایت و مثبت بی نهایتش عمل کرده دیگه. اصلا قابلیت ارزیابی هم نداری که بالاخره کی خطا کرده کی نکرده.